که خواهرش فرای اسلامی در قتل عام به شهید شد اشاره کنم. علیرضا که بعد از قتل عام در جستجوی مزار خواهرش مناطق سالآباد رو میگشت، تو گزارشی نوشته که بر اساس گفته آنها قبر شماره 6 بر روی تپه‌های خارج از سالآباد ایلام متعلق به فرح بود. همراه پدرم با دو نفر دیگه به آنجا رفتم. در گودالی به طول 10 متر اجساد چندین نفر رو روی هم ریخته بودند، به طوری که پای یک شهید روی سر شهید دیگر قرار داشت. در این گودال مجاهدین شهید حکیمی ریزوندی، نسرین رجبی، فرح اسلامی، مرضی رحمتی، جسومه حیدریزاده، نبی مروتی و نصرالله بختیاری دفن شده بودند. اجازه بدین که در پایان با توجه به اینکه هیئتایی که میخوان صحبت بکنن زیاده و حرف هم زیاده، به این نکته فقط اشاره کنم که اگرچه خمینی تلاش کرد نسلی از مجاهدین رو در زندان ها نابود کنه، ولی مگه میتونه نسل مجاهد خلق رو با دار و دشنه و دشنام و تیربارون از صحنه بیرون کرد؟ بفرمایید، نگاه کنید، مجاهد شهید مریم توانایی‌فر رو تو مردار شخصف ادام کردند، 6 کوفه از خون او روید. خواهران مجاهد ربیعه، سعیده، زینب شادباش، امینه شالچی، علی و مجتبی شادباش از خونش رویدند، همچنان که مجتبی و فرشته بهزاد شکوفه هایی که از خون برادرشون مصطفی رویدند، و ای بسا بقیه فرشته هایی که از خون مصطفی های دیگر رویدند و همینجا در کنار ما هستند و در جاهای دیگه راه برادرشون رو ادامه میدن. همینطور علیرضا و ندا حسنی از خون محمود حسنی. گفتم ندا؟ بله، ندا ستاره تابناک کهکشان شهیدان، مشعل فروزان آزادی، به راستی که پاسخ و ندای عموی شهیدش محمود حسنی بود. البته این تنها گوشه ای از جوشش خون شهیدانه. متشکرم.